اگه یادتون باشه ما اومدیم گفتیم که میتونیم آبجکت تعریف کنیم. برای آبجکتمون اومدیم گفتیم که میتونیم فانکشن تعریف کنیم. اما چه شما این کارو بکنی چه نکنی، خود کاتلین میاد یه فانکشنی درست میکنه و میسازه برای اون آبجکت به نام فانکشن اینووک و این اینووک رو داخلش میذاره. حالا اگه شما میخواین از این اینووک استفاده کنین، این اینووک رو باید در واقع اوورایدش کنین. اوورراید کردن این نوع فانکشن های خاص برای فانکشن با کیورد اوورراید نیست، با کیورد اپراتوره. اینم باز تو این ورژن های جدیدی که الان فکر کنم همه دارن از این ورژن استفاده میکنن این تغییر کرد، یعنی قبلا اوورراید بود الان شده اپراتور. ببینیم دیگه کجا داریمش. راستی ببینیم چجوری از این فانکشن شیپ یوتیلز استفاده میشه. این مصرفشه. من نمیدونم شما فکر کنم دقیق تر یک سه پنجا ساخرش دست شما نمیدونم. این همون آبجکتمونه. اگه نگاه کنید دقیقا مثل یه فانکشن معمولی یا مثل حتی مثل کلاس نمیشه، دقیقا مثل یه فانکشن معمولی روش صدا زدیم. این مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما بیاین اینجا بنویسید invoke. برای همینه که خیلی خاصه، یعنی میاد اون لغت اجبار نوشتن لغت invoke رو برای شما حذفش میکنه. میتونید به invoke پارامتر و ریتن تایپ خاص خودتونم بدید. بریم یه ذره دیگه invoke رو ببینیم. لامدا فانکشن ها گفتیم تو کاتلین لامدا فانکشن بگوید بایست نگو این الان اپراتور اوورلودینگ بود؟ بله. بعد چرا بهش میگه اوورلودینگ؟ عملا اوورایده، چون اون قبلیه میمونه. شما نمیتونی اون قبلیه رو از بین ببری یا عوضش کنی، اوورلودش میکنی، یه دونه دیگه مثل اون میسازی. این سینتکتیک شوگر کاتلینه که بهت میده، قبلی رو نگه میداره یه فانکشن جدید بهت میده. مخصوصا وقتی چون من گفتم میتونی اینجا بیای پارامتر بهش بدی. اگه امیدوارم نه با اسم نویسیم قشنگ خوشگل. آها داشو اصغر نوشتم اون تو. خب اون ایووکه هست سر جاشه، ولی شما اومدی اوورلود بهش دادی. اگه ورودی ندم چی؟ یعنی همون باشه بازم یه جورایی داری اوورلودش میکنی. خب چطوری میشه؟ اینه دیگه نمیم اون خیلی اون زیره دیگه از دوستان رومن ایلانی رو بپرس. اینه نمیدونم واقعا از خواهی میکنم. ایرادی ندادی به یه طالب های چند رایدیم آره. لامدا فانکشن ها، لامدا فانکشن ها هم خیلی شبیه همین ماجرایی که ما گفتیم براشون اتفاق میافتن. یعنی البته این دوتا تایپ متفاوت تعریف لامدا فانکشنه که دارید میبینید. یکیش یه لامدایی رو پاس دادم تایپش رو تعریف کردم، یکیش رو پاس ندادم، یعنی فقط ساختمش، پیچیده نیستش. آره حالا اینجا میبینی که این لامدا فانکشنه هم اینووک داره. ما اینووک تعریف نکردیم، خودش اینووک داده. این ووکر هم میتونی حذفش کنی، اینجوری بنویسی خوشگل‌تر بنویسی. من یه کارایی خوب برای این لامدا فانکشن ها وقتی این چرا این ووک استفاده کنیم وقتی چه بکنیم، یه کارایی خوب که دارم اینه که اگر این البته خوب که میگم شاید لغت قشنگی نباشه، اگر این فانکشن من نالبل فانکشن بود، یعنی تایپش نالبل بود، امکان نال بودن وجود داشت، هم نالبل فکر می‌کنم کافی باشه، اون وقت دیگه شما نمیتونیم بیای بنویسی. اینجوری نمیتونی بنویسی. از این دوستان این ایروره. قرمزه ایروره. اون زیرش قرمز داره ایرور. با اینکه من اومدم علامت سوال گذاشتم، یعنی کاتلین چک کنین که نال نباشه، ولی کاتلین اینو قبول نمیکنه. چیکار کنیم؟ بیاین نال چک کنیم. نه چه کاریه، یه دونه اینوک بنویسیم. همون کدی که میتونستیم تو سه خط بنویسیم با سوی خط نگرش داشتیم. اینم از ماجرای اینوک. اینوک چه سری کارهای عجیب غریبی دیگه هم میکنه.
عجیب غریب دیگه هم میکنه که یه ذره از صحبت ما خارج بود. بعد توی لایبرری ها، مخصوصا لایبرری های اسکوئر اگه بگردید، این لایبرری های جدیدشون که با کاتلین نوشته شده، اینوک توشون خیلی زیاده. برای اینکه این خوشگل بمونه مصرفشون، اومدن از تا جایی که تونستن از اینوک و اینا استفاده کردن. دوست داشتید برین اون لایبرری ها رو ببینید. بله بله، چون جاوا پرانتز که نداره که نمیتونید بره، بعد اینوک بهش بدید و اگه میخواید رفلشن بزنید روی کاتلین، در واقع اون اینوک هست که میمونه و شما میتونید صداش بزنید. یکی از علتهایی هم که نگه میداره همین. البته خب به شرطی که تو خود جاوا رفلکشن بزنی یا رفلکشن کاتلین رو استفاده نکنی. آه این لاین فانکشن ها، از اینجا به بعد بیشتر راجع به فیچرهای کاتلین داریم صحبت میکنیم. چقدر وقت دارم؟ مونده؟ چند دقیقه؟ گفتی بیست دقیقه. سوالا دارم میپرسم دیگه. آره دیگه. بیست دقیقه دیگه؟ باشه چشم، بچه شما بکنم. اینلاین فانکشن ها، یه کیوردی داره کاتلین به نام اینلاین. حالا اینلاین چیه؟ چی کار میکنه؟ میاد میگه که ببین دیولوپر عزیز، هر کدی که تو میزنی میام برات کنترل سی میزنم، کنترل وی کجا میزنم؟ اونجایی که اومدی از اون فانکشن استفاده کردی. ما هم که خوراک اون استک اورفلو کنترل سی کنترل وی میگیم خیلی باحاله، بریم پشت همه فانکشنامون یه دونه اینلاین بزنیم. مثلا یه فانکشن مینویسیم این شکلی. این فانکشن رو دقت نکنید، پوینتر رانش میکنم. این کدی که اینجا نوشتم فقط برای اینکه نشون بدم اینلاین چجوری استفاده میشه و چجوری کاتلین استفادهش. یه فانکشن معمولی نوشتم، اینلاین هم نیست. یه فانکشن نوشتم که اینلاینه، این همونه، تفاوتشون توی این کیورد اینلاینه. حالا اگه من این کد این پایینو خب دیگه خسته شد بگم فعلا همینجوری رد شیم، البته نه مهمه، بهداد میگه لایف کدینگ نکنیم همینا. چرا؟ نه خب نه الان را میشه، بچه خوبیه بابا. خیلی خب بریم ببینیم خروجیش چی بود. بابا بالا دیگه. آها اون نورمال فانکشنی که نوشته، اول اومدیم یک بذارید معلومه دیگه، یه فانکشن مین داریم، این استک تریس ماه در واقع، استک تریسی که تا اون لحظه که ما پرینت زدیم این استک تریس وجود داشت، یعنی ما این فانکشن ها رو کال کردیم تا رسیدیم به اون پرینت آخر. اینجوریه که خب get استک تریس که یه فانکشنی که من کال میکنم که استک تریس رو بگیرم، نورمال فانکشن یعنی فانکشن ما واقعا داره صدا زده میشه، دوتا هم مین داره. حالا اینکه چرا دوتا مین داره راجع به صحبت میکنیم. اما اون که اینلاین فانکشن ها رو اگه نگاه کنید، یه get استک تریس داره و بعد مین داره، دیگه اسمی از اینلاین فانکشن اون وسط وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی کاتلین اومد زحمت کپی پیستش رو برامون کشید. آقا این خیلی داره زنگ میزنم، فکر کنم نگرانش. بده زب، خیلی کارت دارم فکر کنم. مطمئنی؟ انشالله که مطمئن. خب این که خیلی خوبه، ما اینجوری یه فانکشن می‌نویسیم می‌ذاریم اونجا، تعداد فانکشنامون هم کم میشه، کاتلین هم میاد هی کپیش میکنه پیستش میکنه، در نهایت ما یه کلاسی داریم توی جی وی ام که هیچ فانکشنی نداره، یه مش کد کپی پیست شده است. جذاب شد بریم اینو. اما واقعا نباید این کارو بکنید. چرا؟ این دوستمون نشونه این زرده، این لاینی که اونجا می‌بینید اینجا وارنینگ داره. چرا؟ میگه که اگر فانکشنتون یه higher order function نیست، یعنی ورودیش یه function دیگه نیست یا لمدایی ورودی نمیگیره، برای کامپایلر کاتلین به صرفه نیست بیاد اینو کپی کنه. این لاینشو وردار بذار با همون بدون این لاین بمونه، هیچ اشکالی هم نداره. حالا کجا پس استفادهش کنیم؟ گفتم function هایی که ورودیشون یه function دیگه میگیرن، اینجوری میاد بدنه رو حذف میکنه، اون کدی که شما تو اون بدنه زدید رو کپی میکنه داخل اون تیکه که
صدا زده شده یا اصطلاحاً کال سایت پیستش میکنه. کارایش اینجاست که البته کراسین لاین هم داره، نوین لاین هم داره که خب یه ذره هر کدومشون با این لاین فرق میکنن و خب کارایشون یه ذره با توجه به یوز کیسه یه ذره از بحث ما نمیگنجه دیگه. من بیشتر هدفم این بود که توضیح بدم این کنترل وی کنترل سی کنترل سی کاتلین کو چجوری به کار میره. حالا راجع به این لاین صحبت کردیم، یکی از سرطانایی که جاوا داشت این بود که اگه شما یه تایپی برای یه دونه فانکشن تعریف میکردین نمیتونستید بیاین اینجوری این ایروره. اگه یه تی اینجا تعریف میکردین نمیتونستید بیاید از اون پایین تی رو بگید تایپشو به من بده، یعنی روی این تیه نمیتونستید رفلکشن بزنید، مجبور بودید اینجا بیاین توی این پرانتز بیاین بزنید که کلاس رو به من بده، کلاسی از جنس تی به من بده. کاتلین اومد گفتش که من که حالا این لاین دارم اینم برای شما حلش میکنم. اگر میخواید بدون اینکه ورودی فانکشنتون رو تغییر بدید از کلاسش استفاده بکنید میتونید ریفاید بزنید پشت اون تایپی که تعریف کردید، اما وقتی ریفاید میزنید اجباره که شما فانکشنتون این لاین باشه. چرا؟ چون هنوز کاتلین داره رو همون جی وی ام کار میکنه و در واقع تایپ ایریزر هم هنوز وجود داره و این تایپه وقتی میره رو جی وی ام ایریز میشه، یعنی دیگه تایپی وجود نداره اصلا. چی کار میکنه؟ میاد این تیکه کد شما رو که اینجا زدید کپی میکنه پیست میکنه اون جایی که دارید صدا میزنید اون فانکشن رو، ولی خب کاربری استفادهش رو میبره بالاتر. بیشتر این جایی که من تا حالا از این قابلیت استفاده کردم رتروفیت بوده. رتروفید وقتی آبجکت رتروفیدو میسازیم اینجا ما مجبور بودیم اینترفیس و دات کلاس روش بزنیم بهش پاس بدیم. الان با این فیچر کاتلین شما میتونید فقط تایپ رتروفید و تایپ اینترفیس رتروفید اینجا بهش پاس بدید، خودش اون چیزی که اون کارهایی که قدیم انجام میداده رو انجام میده و بهتون برمیگرده. فیچر عجیب غریبی نیست، فقط کد رو خوشگل ترش میکنه. البته میشه کارهای عجیب غریبی هم باش کرد. آها، بالاتر ما دو تا استک تریس چاپ کردیم. بعد گفتیم که دو تا مین نوشت. وقتی استک داشت چاپ میکرد گفت شما اول اومدی یه مین صدا زدی که خب مین جاوا است، میدونیم پابلیک استاتیک وید مین آرگومنت هم میگیره، بعد اومدید یه مین دیگه صدا زدید، بعد اومدید فانکشناتون رو صدا زدید. اون مین دوم از کجا اومد؟ از اینجا اومد که کاتلین اومد گفتش که من از این به بعد بهتون اجازه میدم اینجوری مین بنویسید. وقتی شما میاد اینجوری مین مینویسید جاوا هنوز این مین رو نمیفهمه، اما برای اینکه به جاوا اینو بفهمونه میاد یه فانکشن مین دیگه تعریف میکنه، فانکشن مین شما رو میذاره داخل این فانکشن و صداش میزنه. اینجوری تو استک تریس شما دو تا مین به وجود میاد نه یک دونه. با تشکر از آقای هادی حریری. این رد میشیم ازش؟ خانوادگیه شد. میرسیم اگه وقت شد بهش میرسیم، بذار زمان بره. حالا ما گفتیم خب لامدا هم همون فانکشنان دیگه، حالا میخوایم از لامدا هامون ریترن کنیم. یه ذره گهگدار ممکنه اذیت شیم، خونریزی کنه، زخمی شیم. چرا؟ این یه فانکشنه، هایر اوردر فانکشن، یعنی فانکشنی که یه دونه فانکشن ورودیشه بعد میاد پایین تر یه دونه لیست میزنه که اون فور ایچ هم خودش یه دونه لامدا فانکشن دیگه دریافت میکنه. این ریترنی که من اینجا نوشتم به نظرتون چی رو ریترن میکنه؟ از کجا ریترن میشه؟ فوریچ؟ کیا میگن فوریچ؟ میترسی؟ بگی بالا. هم فقط یه نفر میگه فوریچ؟ شما میترسی؟ بگیرید بالا دیگه دستتون. فوریچ یه لنده دیگه هست. آره دیگه ببینید فوریچ یه فانکشنه، بذار بهت نشون بدم.
این فوریچ خودش یه فانکشنه، یه اکستنشن فانکشنه که یه دونه لامدا داده دریافت میکنه، درست شد؟ بیا حالا رفتیم اون تو دیگه نمیتونیم بیرون بیرون همین رو خواستی؟ خب حالا این ریترنی که اینجا نوشته شده به نظر شما از کجا ریترن میکنه؟ کیا میگن از فوریچ ریترن میشه؟ یعنی میاد خط بعدی، یعنی اون پرینتی که من اینجا نوشتم فانکشن دان ویت لیست اجرا میشه، کیا میگن اون اجرا میشه؟ یه نفر؟ دو نفر؟ دو نفر؟ کیا میگن این هایر اوردر فانکشنه ریترن میشه؟ بقیه هم خواب هم دیگه. آفرین، اسپویلش کردی. آره نکته همینه. در واقع وقتی شما ریترن میکنی بهتون گفتم این فور ایچه لامدا میگیره و این لاین داره پشتش، یعنی کپی پیست میشه، یعنی کدی که شما دارین اون تو میزنید کپی پیست میشه در اون جایی که دارید صداش میزنید. برای همینم وقتی ریترن میکنین ازش در واقع میاد از بلاک اصلیتون ریترن میکنه، چون خبری نداره که چیزی به نام فوریچ وجود داره، ریترن میشه. اون دوستمون گفت راه حلش چیه. برای اینکه درستش کنید شما باید بیاید یه دونه خوشگل اینجا لیبل بزنید، ات اینجا هنوزم داره اون بالایی رو ریترن میکنه. اگر بیاین اینجوریش کنید الان میاد فوریچ ریترن.